در پی سرازیر شدن سیلاب ها در اسپین بولدک ولایت قندهار، گذرگاه اسپین بولدک بر روی رفت آمد مسدود شده است. بارندگی های شدید در چند روز پسین در افغانستان و پاکستان سبب شکسته شدن دو بند آبگردان در منطقه چمن بلوچستان گردیده که از اثر آن خانه های زیاد تخریب و تاسیسات گمرکی اسپین بولدک و روستاهای همجوار آن هم آسیب دیدند. همزمان صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل در گزارش گفته که در پی سیلاب های پسین در ولایت لوگر دست کم 20,000 تن زیانمند شده است. نوید صمدی گزارش می دهد. عادی شدن وضعیت آب و هوای کشور تا 24 ساعت آینده. اداره هواشناسی کشور در تماس تلفنی با تلویزیون یک می گوید تا 24 ساعت آینده احتمال می رود که وضعیت آب و هوای کشور به حالت عادی برگردد. در یک ماه پسین در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف صدها تن کشته و زخمی شده و همچنان خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. با این همه در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در چمن پاکستان و شکستن دو بند آبگردان رفت آمد میان افغانستان و پاکستان را مسدود کرده است. شدن راه های محصولاتی که خود افغانستان نیازمندی های خود از بیرون از کشور وارد میکنه، این متاسفانه باعث از این خواد شد که یک مقدار مشکلات در بازارهای افغانستان ایجاد شد و صرف هم زارین و باغدارا با متضرر شدن از اثر سیلاب ها. از سوی یونسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل هم با نشر یک گزارش گفته که در سیلاب های پسین در لوگر دست کم 20,000 تن در این ولایت آسیب پذیر شدند. ما برای بررسی وضعیت مردم به ولایت لوگر آمده ایم. سیل دار و ندار خانواده های این ساحه را با خود بردند. 20,000 آسیب دیده که در حال بد به سر می برند و نیاز جدی به کمک های ابتدایی دارند. سیلاب های پسین در افغانستان خسارات بسیاری به باشندگان ولایت های مختلف کشور از جمله پروان، غزنی، میدان وردک، ننگرهار و لوگر وارد کرده و همکنون آسیب دیدگان منتظر کمک های جهان و حکومت کنونی هستند. در این زمینه باید جامعه جهانی، نهادهای حامی حقوق بشر و حاکمیت موجود به صورت عادلانه و عاجل کمک های ضروری را برای مردم افغانستان برساند، چون یگانه منبع عایداتی مردم زراعت است و زمین های زراعتی است و راه های مواصلاتی برای وصل مسائل تجارتی و رفت آمدها به نهایت مهم بوده. از این ناحیه ها مردم شدیداً آسیب دیده است. همزمان وزارت دفاع ملی با نشر تصویرهای از جریان نجات سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار خبر می‌دهد. تیر شپه چې کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو، موږ د ملي دفاع وزارت د زرخکو څخه په استفادې 360 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پاتې وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی روز گذشته در یک نشست خبری از جهان خواست تا برای کمک با آسیب دیدگان سیلاب های پسین در افغانستان حکومت کنونی را همکاری کنند.